همیشه آرومینه. نگفتمت مرا آنجا که آشنات منم، در این سرای فنا چشمه حیات منم. وگر به قهر روی صد هزار بار ز من، به عاقبت به من آیی که انتهات منم. انتهای ما ایرانه، پرچم شیر و خورشیده، فرهنگ و ملت ایران. با درود و احترام، پس از پخش دو برنامه در خصوص جاویدنام تیمسار سپهبد نادر جهانبانی، یکی مستند تیمسار نادر جهانبانی و دیگری گفتگو با بانو گلنار جهانبانی، و همچنین پس از پخش دو برنامه در خصوص جاویدنام تیمسار سرلشکر علی نشاط، آخرین فرمانده گارد جاویدان شاهنشاه ایران، یکی گفتگو با بانو شیرین نشاط دخترشون و دیگری گفتگو با مهندس سهراب نووی خواهرزاده ایشون، و همچنین چند برنامه دیگر در خصوص ارتش شاهنشاه ایران، امروز افتخار این رو دارم که در خصوص یکی دیگر از سرهای تناور ناسیونالیسم اصیل ایرانی با یک برنامه دیگر در خدمتتون باشم. منوچهر خسروداد متولد 1306 در شهر آمل بود. پس از اخذ دیپلم در سال 1325 که دقیقاً جالبه بدونید که همون سال نجات آذربایجان عزیز از زیر چکمه استالین و فرقه دموکرات آذربایجان هست، به ارتش و دبیرستان نظام ورود میکنه و در سال 1328 با درجه ستوان دومی فارغ التحصیل میشه و با طی دانشکده تخصصی در سال 1330 درجه ستوان یکمی دریافت میکنه. ببینید، من به صورت کلی تحصیلات تکمیلی رو که جاویدنام خسروداد انجام دادن رو خدمت شما از آن عنوان میکنم که پیوسته نبوده، در سالهای یکسان نبوده، اما من به صورت کلی مجموعه تحصیلات ایشون رو خدمت شما عنوان میکنم. میدونم که خیلی از هموطنان عزیز آگاهند که در زمان پادشاه در علوم و فنون مختلف، در مسائل مختلف، افراد متفاوت برای کسب این علوم فرستاده می شدن به برترین دانشکده های جهان در زمین های متفاوت فنی، مهندسی، پزشکی، کشاورزی و البته نظامی. پس شما جوانان کاری که باید بکنید، علم فرنگ رو به دست بیارید، همونطوری که غرب
علم ما رو هزارها سال پیش به دست آورد و به اون جا رسید، شما الان اون علم رو به دست بیارید که ما نه هزار سال بعد، 10 سال بعد به اون مقام برسید. جاویدنام خسروداد دوره خلبانی تراوری OH-58 و همچنین دوره چتربازی و کماندویی یا رنجر رو در آمریکا گذراند. دوره خلبانی تراوری رو در پایگاه نیرو هوایی ماکسول آلاباما آمریکا گذراند و همچنین در فرانسه در یکی از برترین مدارس نظامی تاریخ جهان، در تمام تاریخ جهان، به نام مدرسه نظامی سن سیر تحصیل کرد. و در سوئیس در مدرسه نظامی سلطنتی وابسته به بریتانیا که هم چرچیل، هم شاهزاده ولز، هم مثلا پادشاه اردن و افراد سرشناس دیگه‌ای، شاهزاده ویلیام و دیگران از اون فارغ التحصیل شدند، به نام مدرسه سلطنتی سنت هرت دوره جنگ کوهستانی رو میگذرونه و این دوره رو هم تکمیلی میبینه. جاویدنام خسروداد مسئولیت‌های متفاوتی رو داشت. در یک دوره ایشون فرماندهی گردان چتربازان ارتش شاهنشاهی رو در دست میگیرند. در پیشگاه مبارک اعلی حضرت همایون شاهنشاه و اولیا حضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران، با عرض گزارش سرکار سرگرد خسروداد، فرمانده واحد نیروهای مخصوص و هوابرد، عملیات نمایشی واحد مزبور آغاز می‌گردد. محل عملیات اردوگاه تابستانی نیروی چتر‌باز در مجاورت دریاچه سد کرج است. و همچنین ایشون از سال 1350 فرماندهی هواپیمایی نیروی زمینی یا همون هوانیروز رو در دست میگیرند که در خصوص هوانیروز بیشتر صحبت خواهیم کرد. و البته ایشون با تأسیس تیپ 23 نیروهای ویژه هوابرد، بنیانگذار نیروهای ویژه در ایران، همون نوهد که امروز هم هست، حتی بنیانگذار نیروهای ویژه همون نوحه در ارتش شاهنشاهی بوده که معروفن به کلاه سبز ها.
ایشون به زبانهای انگلیسی و فرانسوی هم تسلط کامل داشت. در خصوص هوانیروس دوستان باید این مسئله رو خدمتون عرض کنم. ببینید از اواخر سال 1339 فرماندهی نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی به این نتیجه رسید که باید نیروی جدیدی رو در دل نیروی زمینی به وجود بیاره. برای برخی از دوستان که تفاوت هوانیروس با نیروی هوایی رو نمیدونند اینجا اشاره میشه که یک سری مأموریت ها رو میخوان به این نیروی جدید در دل نیروی زمینی بسپرند، به مانند پشتیبانی آتش، به مانند جنگ مستقیم، به مانند ترابری رزمنده ها و آرتشیان، به مانند ترابری نفرات، فرماندهی عملیات های نظامی و کنترل نبردها، بحث شناسایی که بسیار بحث مهمیه در بحث نظامی و اینا وظایفی است که برای هوانیروز در نظر گرفته میشه و سازمان هواپیمایی نیروی زمینی که متشکل از هواپیماهای مخصوص و بالگردها، هلیکوپترها هست، فکر تأسیسش به وجود میاد. در اردیبهشت 1340 بیش از 300 نفر از داوطلبان به سازمان هواپیمایی نیروی زمینی مراجعت میکنند، همین سازمانی که تازه تأسیس شده که هوانیروز نام گرفت. تنها از بین این 300 نفر اون اول 14 نفر انتخاب میشن. بین 300 نفر من جمله تیمسار خسرو داد که اینها میرند و دوره آموزشی رو میبینند در کشورهای مختلف، من جمله مسائلی که در خصوص آموزش‌های جاویدنام خسروداد خدمتتون عرض کردم و باز می‌گردند و جذب این نیرو میشن. تیمسار عباس قندهاری و تیمسار رضا محبی اولین فرمانده رسمی هوانیروز و فرمانده گردان هوانیروز بودند. زحمات بسیاری کشیدند، کارهای بزرگی انجام دادند، در حد توانشون زحمت کشیدند، اما معمار هوانیروز ایران بدون شک که اصلا در حدی است این قضیه و جایگاهشون در حدی مهمه که عده بیشماری حتی لفظ بنیانگذار هوانیروز رو برای جاویدنام خسروداد به کار میبرند، شخص منوچهر خسروداد هست. ببینید ایشون در از اسفند 50 فرماندهی هوانیروز رو در دست میگیره و هوانیروز رو به یکی از قدرتمندترین بخش‌های ارتش ایران تبدیل میکنه. مراحل مختلفی رو انجام میده، کارهای مختلفی رو انجام میده. از سال 52 تا 55 چنان ایشون شروع میکنه به جذب نیرو که در 3 نوبت در 24 ساعت در ستادی که تشکیل شده بود اینا داشتن کسانی رو که آمادگی بود، آمادگی اینا داشتن که بیان جذب نیرو بشن رو بررسی میکردند و برای شرایط استخدام و این مسائل. و در سال 1354 هوانیروز تحت امر جاویدنام خسروداد مرکز آموزشی رو در اصفهان به وجود میاره که پس از مدتی یکی از قوی ترین مراکز آموزشی بالگرد در سراسر جهان و قوی ترین در خاورمیانه میشه که سرتیپ محمد شهناز فرمانده اون آموزشگاه بوده. ببینید بسیاری از دلاوران جنگ ایران و عراق، من همیشه این لفظ رو در موردشون به کار میبرم، شیر بچه های باقی مانده از کشتار، باقی مانده از تصفیه ارتش شاهنشاهی ایران، کسانی که واقعا بزرگترین نقش رو در دفاع از مام میهن با تمام اون شرایط وحشتناکی که برای ارتش به وجود اومده بود داشتن، جزو کسانی هستند که توسط شخص تیمسار خسروداد و هوانیروز تحت امر خسروداد آموزش دیدن، پرورش یافتن و به درجات بالای نظامی رسیدند. من جمله من میخوام از دو نفر اینجا یاد کنم، یکی شهید یحیی شمشادیان هست، فرزند کرمانشاه، که حالا فرصت نمیشه خیلی به ایشون بپردازم. ایشون یکی از کسانی بود در هوانیروز پس از شورش 57، پس از حمله صدام و اینها، که
چنان رشادتی از خودش نشون داد در عملیات‌های مختلف که 18 ماه ارشدیت گرفت. اینو کسانی که مسئله نظامی رو میدونن میدونن چه مسئله مهمیه. یا حتی براتون شاید جالب باشه که کسی که خیلی شناخته شده است برای افراد مختلف در دوران پس از شورش در ایران، شهید احمد کشوری، یکی از افرادی بود که مستقیم تعلیم دیده هوانیروز تحت امر جاویدنام خسروداد بود و در تصویری که شما ملاحظه می‌فرمایید اعطای نشان خلبانی به ایشون توسط شخص جاویدنام خسروداد هست. ببینید بیش از 300 هزار ساعت هوانیروز ایران، همون باقی مانده ای که از آرتش شاهنشاهی و مسائلی که عرض می‌کنم باقی مونده بود، در طی جنگ ایران عراق عملیات انجام داد. 96 عملیات آفندی و پدافندی انجام داد و کسانی بودند این افراد که خود شخص جاویدنام خسروداد همواره اینها رو فرزندان خودش میخوند. در عملیات‌های بزرگی مثل عملیات دفاع از دسفور، شکست حصر آبادان، عملیات اژدر که اسکورت نفتچکن‌ها بود، نفتکش ها بود، آزادسازی خرمشهر، عملیات خیبر و الفجر و عملیات مرصاد و عملیات های دیگه و در کل عملیات هایی که صورت گرفت در طی دوران جنگ ایران و عراق، آن چیزی که باقی مانده بود از هوانیروز قدرتمندی که عرض می کنم آمد و در نجات میهن نقش بی نهایت پررنگ رو ایفا کرد. یکم برگردیم عقبتر به همون دورانی که جاویدنام خسروداد مسئولیت فرماندهی هوانیروز رو در دست داشت. در سال 1153 بزرگ آرتشداران شاهنشاه آریامهر در مصاحبه با یکی از خبرنگاران رویترز یه مسئله رو مطرح میکنه. این خبرنگار ازش میپرسه شما چرا اینقدر دارید هلیکوپتر کوبرا میخرید؟ و شاهنشاه پاسخ میدن از همسایه هم سوال کنید. ببینید در سال 53 از همسایه هم سوال کنید، منظور عراقه، که چرا انقدر تانک میخرد؟ من برای هر تانک عراقی یک کبرای آماده پرواز دارم. در سال 57 ایران سومین هوانیروز قدرتمند جهان تحت فرماندهی جاویدنام خسروداد، سومین هوانیروز قدرتمند جهان و دارای بزرگترین ناوگان هلیکوپتری آسیا، اتحاد جماهیر شوروی جزء اروپا حساب میشه در این بحث، بزرگترین ناوگان هلیکوپتری آسیا مجهز به 806 فروند هلیکوپتر و 40 فروند هواپیما بود. حالا یه مسئله که بارها بهش اشاره کردم باز هم اشاره میکنم، یه مسئله که میخوام اشاره کنم و بارها گفتم اشاره کردم باز هم اشاره میکنم، هر چند باری هم که لازم باشه در هر برنامه اشاره میکنم، این هست که ادهی بیخرد، اصلا کلمه بیخرد رو نمیتونم به کار ببرم چون الفبای خرد رو هم ندارن، ادهی واقعا نمیدونم چهار پا تحت عنوان انسان عنوان میکنن پس چی شد این آرتش شاهنشاهی؟ پس چی شد قوی ترین آرتش خاورمیانه؟ پس چطور صدام توانست 8 سال جنگ را به ایران تحمیل کند و اینا؟ صحبت رو کردم قبلا و همه افرادی که مینیمم حد شعور و آگاهی رو دارن متوجهن که چه بلایی بر سر آرتش شاهنشاهی ایران اومد. عزیز من، هموطن من، صحبت بنده نیست، تحلیل بنده نیست، فکت تاریخه که همون صدامی که 8 سال جنگ رو به ایران تحمیل کرد در عملیات اروند زوزه کشان تسلیم آرتش شاهنشاهی ایران شد، یک تیر هوایی جرأت نکرد شلیک کنه، رفت خزید در دانش و آن چیزی رو که ایران میخواست در قرارداد الجزایر اومد امضا کرد. فکت و حقیقت تاریخ رو
برید از زبان بنده، نه از زبان امثال ناخدا هوشنگ صمدی بشنوید که در برنامه افشای حقایق آتش‌نشانی صحبت‌های کامل ایشون رو پخش کردم که چطور ایشون می‌فرمایند 13,000 نیروی زبده از سر فرماندهی تا همینطور بیاید پایین‌تر رو اینها در آتش شاهنشاهی یا کشتن یا تصفیه کردند یا بازنشست کردند یا اخراج کردند یا به هر طریقی نابود کردند. 13,000 عمق فاجعه میدونی یعنی چی؟ ارتش در اول انقلاب عمراش سر بریده شد رفت، این هرم فرماندهی بالاش بریده شد، رسید به افتر ارشد، سرهنگ، سرهنگدو، سرگرد و سروان به پایین. 13,000 افسر ارشد رو تصویه کردن، گذاشتن کنار. 13,000 افسر ارشد در یک ارتش، چی برای این ارتش میمونه؟ و شما ببینید اصلا نیروی متخصص آموزش دیده نداشتند تجهیزاتی که شاهنشاه آریامهر برای ایران گرفته بود. هزاران مسئله دیگه، چه خیانت هایی که شخص مهدی بازرگان، شخص ابراهیم یزدی، حالا علاوه بر خمینی ملعون و اینها که انجام دادند، چه ضربات مهلکی که به آرتش زده شد و اصلا فرماندهانی که این همه این مملکت براشون خرج کرده بود، اینها فوق تخصصان بحث نظامی بودن، اینها رو سر برید، اعدام کرد، نابود کرد. مرحله بعد از اینها افراد پایین‌تر، حتی کسانی که در مرحله اینا هم نبودن، از اعدام ها تونستن نجات پیدا کنن، تصفیه ها صورت گرفت، بازنشسته های زودتر از موعد صورت گرفت و تأخیر ها، توهین ها. اصلا ببینید لشکر 92 زره اهواز در نیروی زمینی کمتر از 20% قدرت خودش رو داشت موقعی که عراق حمله کرد. میدونی یعنی چی؟ اما باز هم همین باقی مانده ای که شاهنشاه آریامهر در این مملکت این ریشش رو کاشته بود و این همه بهش بالو پرداده بود، از مام میهن دفاع کرد. من فقط یک جمله، فقط و فقط یک جمله از اون برنامه افشای حقایق آرتش شاهنشاهی رو از زبان فاتح خرمشهر ناخدا هوشنگ صمدی برای شما پخش میکنم و باز میگردیم به ادامه برنامه میپردازیم. و آقای دهپاشی میگه که با توجه به این، اگر عراق در دوران حکومت پهلوی، عراق در دوران حکومت پهلوی ایران حمله میکرد، چه اتفاقی میافتاد؟ بشنوید. موقع درگیری اتفاق میافتاد، جنگی اتفاق میافتاد، با توجه به اینکه ارتش عراق ارتش جنگ دیده ای بود، کار آزموده بود، با اسرائیل جنگیده بود، با کردها جنگیده بود و ارتش ایران اصطلاحا ارتش رژه بود، به نظرتون نتیجه جنگ چی میشد؟ اصلا امکان نداشت، یک روز بیشتر وقت نداشتن. اینقدر بگم بهتون، لشکر 92 زیره اهواز به تنهایی جلوی لشکرهای عراق وامیستاد، یک روز بیشتر وقت نداشتن. اینقدر بگم بهتون، لشکر 92 زیره اهواز به تنهایی جلوی لشکرهای عراق وامیستاد. عظمت کاری که شاهنشاه آریامهر کرده بود در اینه که در سال 67 بعد از اون آسیب‌هایی که به تجهیزات هوانی روز خورد و اینها، تنها 240 تا هلیکوپتر عملیاتی باقی مونده بود، باز همین هم هنوز قوی ترین هوانی روز خاورمیانه بود. یه مسئله دیگر رو هم بگم و ادامه بدم بحث جاوید نام خسروداد رو، اونم این هست که باز انسان‌های بیفکر، باز انسان‌های واقعا نادان عنوان میکنند که مثلا در زمان پادشاه ما خودمون وارد بحث تولید ادوات نظامی نشده بودیم. اینها هم بی سوادند، هم اهل مطالعه نیستند، هم اهل تحقیق نیستند. نه تنها کارخانه هلیکوپتر سازی فعال شده بود، بلکه ما در شیراز کارخانه عظیمی داشتیم در بحث ادوات نظامی که یک چند نمونهش رو برای شما بخونم از کتاب پاسخ به تاریخ که ما در داخل از کشور خط تولیدش رو داشتیم و داشتیم این کار رو انجام میدادیم. صفحه 159 کتاب پاسخ به تاریخ. باید اضافه کنم در کارخانه‌های اسلحه سازی ایران ما دارای امکان تولید سلاح‌های زیر بودیم: موشک‌های ضد هوایی 7 سام شوروی،
موشک‌های هوا به زمین ماوریک آمریکایی با کلاهک تلویزیونی که بسیار دقیق و دارای برد 12 مایل هستند. به من گزارش دادند که کارخانه سازنده موشک‌ها در شیراز پس از حوادث شورش به کلی تخریب و ویران گردیده. موشک‌های ضد تانک TOW یا همون تاو. ما در فکر آن بودیم که به نوع متعارف این موشک‌ها که دارای سرعت کمتر از صوت است اکتفا نکرده و به ساختن موشک‌های فوق صوت TOW با لیزر بپردازیم. موشک‌های ضد تانک شوروی، دستگاه پرتاب موشک تله‌گیر از نوع دراکون برای نیروی زمینی با بردی دو برابر متعارف، یعنی 1000 متر به جای 500 متر، و چندین و چند مورد دیگه که نمیخوام برنامه طولانی شه، از خط تولید ادوات جنگی در دوران شاهنشاه آریامهر. منتها میدونید فرق شاهنشاه آریامهر با شماها انسانهای جوگیر و جوزده چی بود؟ شاهنشاه آریامهر کشور رو به پیشرفته ترین ادوات نظامی موجود در جهان مجهز میکرد، در این حال بدون شعار زدگی بر اساس برنامه ریزی علمی کار خودکفایی در زمینه بحث نظامی رو و تولید ادوات جنگی و نظامی رو در کشور پیش می برد. بر اساس علم، بر اساس چیزی خارج از احساس و جوزدگی، ولی استارت این کار خورده شده بود و داشت قصد تولید که داشتیم. و حتی چیزی که من رو واقعا متأثر میکنه بحث کارخانه تولید موتور هواپیماست و اینکه این اگر ادامه پیدا میکرد در برنامه ریزی که شده بود، ما میتونستیم برسیم قطعا تا امروز به بحث تولید جت‌های جنگنده با علم روز دنیا و مسائل متفاوت. من درباره شخص جاوید نامخسروداد، این فوق متخصص نظامی، این اعجوبه نظامی ایرانی، عرض کنم که در اردیبهشت 54 ایشون 5 رکورد جدید پروازی رو در دنیا جابجا کرد، در تمام دنیا. در 1:58 به ارتفاع 3000 متری و پس از 5:13 به ارتفاع متری و در 15:05 به بیش از ارتفاع 9000 متری از سطح دریا رسوند و 30 در ارتفاع 9010 متری دوام آورد در اون ارتفاع، و بیشترین ارتفاعی هم که تونست بهش برسه 9070 متر بود که 5 رکورد جهانی رو در سر تا سر دنیا جابجا کرد. البته ایشون رکوردهای دیگر رو هم شکوند که چند نمونهش رو الان تصویرش رو براتون میذارم، و به همین دلیل به عنوان لقبی داشت، به عنوان خلبان رکورد شکن جاوید نام خسروداد. در مورد مسائل شخصی زندگیشون، ایشون از همسرشون جدا شده بودن. ورزش مورد علاقه جاوید نام خسروداد اسب سواری بود و قهرمان پرش با اسب هم بودن ایشون. یه نکته بهتون بگم، در دادگاه، اسم دادگاه که واقعا نمیشه، در بیدادگاه یکی از چیزهایی که به ایشون گیر داده بودن میگفتن که تو ورزش اشرافی داری. یکی از مسائلی که اصلا به عنوان کیفرخاص مطرح کردن که تو چرا اسب سواری میکنی، ورزش اشرافیه. و قهرمان پرش با اسب هم در کشور بود ایشون. یکی از افتخارات
شخص جاویدنام خسروداد و آرتش مقتدر شاهنشاه ایران و دولت مقتدر شاهنشاه ایران بحث جنگ و نبرد زفار هست. یه کلیپ کوتاهی در این خصوص ببینید. من درباره ماجرای زفار با شما صحبت دارم. در جنگ زفار جاویدنام خسروداد خدمت کردند و شرکت داشتند و در این عملیات بسیار بزرگ افتخار آفرینی کردند. زفار نام جنوبی ترین ایالت سلطان نشین عمان است. سال 1341 گروهی از اهالی زفار و جمعی از تبعید شدگان سازمانهای سیاسی عرب به منظور تشکیل یک جبهه آزادی بخش عربی به هم پیوستند. تا اینکه در سال 1344 با نام جنبش آزادی بخش زفار موجودیت خود را اعلام کردند و هدف اولیه خود را جنگ مسلحانه و رهایی زفار از حاکمیت دولت مسقط و استقلال این ایالت قرار داد. جنبش مسلحانه زفار به سرعت رنگ و بوی چپی و کمونیستی گرفت و در اوج جنگ سرد با حمایت از اتحاد جماهیر شوروی موفقیت‌های زیادی کسب کرد و توانست قلمرو خود را تا نزدیکی مناطق نفتخیز عمان گسترش دهد و به پشتوانه مهمی برای سایر جنبش‌های مذهبی و قومی موجود در کشورهای عرب حوزه خلیج فارس تبدیل شود. سلطان قابوس حاکم عمان خود را در خطر سقوط می‌دید. سلطان قابوس در تیر ماه 1351 از شاه ایران برای جلوگیری از گسترش نفوذ کمونیست‌ها و چپگراها و سرکوب شورش ظفار یاری خواست. ستاد بزرگ اختشاران اعلامیه‌ای به این شهر انتشار دادند. ساعت 8 بامداد امروز 25/7/54 نیروهای ارتش شاهنشاهی ایران با پشتیبانی نیروهای هوایی و دریایی شاهنشاهی و نیروی هوایی سلطان عمان تپه 587 در شبوت را به تصرف درآوردند. نخستین یگانهای نظامی ایران در آذر 1351 از طریق دریا و هوا رهسپار عمان شدند و ارتش ایران توانست راه‌های اصلی و مهم بین یمن و عمان را که مسیر اصلی ارسال اسلحه از سوی حکومت کمونیستی عدن برای چریک‌های ظفار بود مسدود کند. به تدریج و در عرض 3 سال تا آذر 1354 تمامی ایالت آشوب‌زده ظفار و از جمله شهر سلاسه را به تصرف خود درآورده و آن را به ارتش عمان واگذار کرد. با این اقدام استراتژیک شاه ایران و شکست جنبش ظفار، احتمال سقوط عمان به دامن چریک‌های چپگرا تحت حمایت اتحاد جماهیر شوروی در منطقه رفع شد.
ببینید دوستان، خیلی وقتها من رو از گوش و کنار میشنوم که چطور وقتی شاهنشاه آریامهر مثلا در قضیه زفار اومد در منطقه دخالت کرد، شما ایرادی نمیگیرید ولی به دخالت‌های جمهوری اسلامی معترضید. من که شخصا اعتقاد دارم که در زمانهای لازم باید کشور در مسائل منطقه ورود کنه، ولی تفاوت عمده در کجاست؟ ببین عزیز من، هموطن من، وقتی که قضیه زفار پیش اومد پادشاه ایران دخالت کرد، رفت عمان رو از شورشیان وابسته به شوروی پاکسازی کرد و تحویل سلطان عمان و ارتش عمان داد و بازگشت. نرفت نیروی نیابتی در اونجا تشکیل بده، نرفت دخالت در امور داخلی اون کشور بکنه، نرفت تهدیدی از سوی ایران نشون بده که به مشابه کاری که جمهوری اسلامی کرده باعث بشه دول عربی برن در آغوش اسرائیل پناه ببرند از ترس ایران، بلکه برعکس جایگاه ایران رو در جای یک پدر محافظ و نگهبان در منطقه که میشه بهش اطمینان و اعتماد کرد بالا برد. تفاوت این دوتا برای کسانی که اهل خرد باشند قابل فهم واقعا، و خیلی قضیه متفاوته، کاملا داستان متفاوته. و اینکه شورشیان زفار نیروهای چریکی وابسته به شوروی بودند که قصد عمل تجزیه طلبانه خودشون داشتن و بسیار سرکوبشون مورد حمایت مردم عمان هم بود. اتفاقی که مثلا در سوریه افتاد مثلا یک چیزی بود که خیلی قبل از اینکه داعشی به وجود بیاد، خیلی قبل از اینکه نیروهای تروریستی نمیدونم جبهه النصره و گروه‌های مختلف وارد عمل بشن، مردم معترض سوریه توسط بخشی از نیروهای متاسفانه ایرانی سرکوب شدند و سرکوب اعتراضات و حرکت اعتراضی مردم سوریه بود که بعد از این ماجراها، اصلا خیلی مدت بعدش بود که قضیه داعش میاد و نیروهای کشورهای دیگه مداخله میکنن، مسائل متفاوت. حالا و یه مسئله دیگه هم این که این ماجرایی که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است واقعا تا حدی درسته. در همون دهه 50 که ما عملیات زفار رو انجام میدادیم با اون شرایطی که عرض کردم، رشد اقتصادی بی نظیر ایران رو هم در داخل داشتیم تجربه میکردیم. نه اینکه به مانند کاری که اتحاد جماهیر شوروی انجام داد در دوره‌ای، در یک زمانی به بعد، بعد از اتمام دوران برژنوف بیایم و تمام مثلا بودجه مملکت و تمام هزینه های مملکت رو بحث امور نظامی خارج از کشور خودمون انجام بدیم و اصلا از داخل مملکت غافل بشیم. و من این جمله رو برای چندمین بار تکرار میکنم، در این برنامه فرصتش نیست دوباره بپردازیم، این که هیچ کشوری در دنیا معنای استقلال و اقتدار رو ندیده و نچشیده مگر یک، بهبود کامل شرایط اقتصادی یا رشد شرایط اقتصادی، و در کنار اون ایجاد روابطی معقول و درست هم با بلوک شرق هم با بلوک غرب، با هر دوشون، که این باعث میشه یک ایجاد رقابت بشه بین این دوتا و مونوپول کشور دست یک بلوک نیفته، که ما هر دو این قضیه رو از اواسط دهه 40 به بعد در دوران شاهنشاه آریامهر شاهدش بودیم. و تمام کشورهایی هم که به اقتداری رسیدن، من جمله همون چین رو شما برید ببینید، از زمان دنگ شیاپنگ و بعد بود که بحث بهبود شرط اقتصادی و اینها درش انجام شد، کشوری که اقتصاد خودش رو نتونه بهبود ببخشه نه تنها به اقتدار و استقلال نمیرسه، بلکه روز به روز نابودتر، روز به روز وابسته تر
و روز به روز حقیرتر میشه. در این برنامه دیگه بیشتر از این نمیشه به این قضیه بپردازم، ولی باید اشاره میکردم وقتی بحث زفار رو مطرح کردم. و یک نکته آخر در مورد بحث زفار، جنگ چریکی شهری جنگی بسیار دشوار است و به مراتب پیروزی در آن از جنگ کلاسیک سخت‌تر است، خصوصا آن که شورشیان تحت حمایت یک ابرقدرت خارجی باشند. چنانکه دیدید آمریکا گرفتار چه باتلاقی در ویتنام شد، یا حتی عربستان کنونی در یمن دچار چه دردسری است. اما بزرگ آرتشتاران ایران، شاهنشاه آریامهر و آرتش شاهنشاهی توانستند با اقتدار کامل شورش بزرگ چریکای زفار را در عمان که تحت حمایت مطلق شوروی بودند به طور کامل در هم بشکنند و به طور کامل عمان را پاکسازی کنند و تحویل سلطان قابوس دهند. حالا سوال اینجاست هموطن، با خود اندیشیده ای که چطور همان پادشاه و همان آرتش کمتر از 3-4 سال بعد در شورش 57 ایران، در صورتی که به لحاظ توان بسیار قدرتمندتر شده بودند و می توانستند مثل نبرد زفار و یا کوبنده تر در هم بکوبند شورش 57 را، به موفقیتی که باید نرسیدند؟ خوب فکر کن، من یک پاسخ به تو دارم که باید بهش دقت کنی. طرف مقابلشان این بار ایرانیان هموطنشان بودند، نه شورشیان بیگانه. همین و بس. مسائل سیاسی پیرامون جاویدنام خسروداد چه چیزهایی بود؟ ماجرای حمله به خانه شریعت مداری، آیت الله شریعت مداری، یه ماجرایی که خیلی عنوان میشه که در اردیبهشت ماه اومدند و رفتند و یه چند تا از این شورشیان رو که در 40 کشته شده های یزد در قم شورش به پا کرده بودند رو میرند به دنبالشون و یه چند تا از اینا میرن پناهنده میشن به خونه شریعت مداری. خود شریعت مداری بیشتر مواقع در تبریز زندگی میکرد، ولی خب خونه هم داشت، بیت به اصطلاح در قم داشت. میرن اونجا پناهنده میشن و اینا داخل میشن نیروهای آرتش و 2 در این درگیری ها کشته میشن و اینها. این رو همه جا عنوان کردن، من جمله در بیدادگاه جاویدنام خسروداد که مسئول این عملیات جاویدنام خسروداد بود. بنده این رو به عنوان کسی بگم که اگر سند قطعی داشتم که این ماجرا مربوط به جناب خسروداد میشد با افتخار میگفتم، به عنوان یکی از افتخارات جناب خسروداد اینو مطرح میکردم. چون فکر میکنید کی بودن اون مثلا کسانی که در قم اون شورش رو به پا کردن؟ 2 آدم مثل خود خلخالی بودن دیگه، نلسون ماندلا و مهاتما گاندی که نبودند که. اما واقعیت تاریخ اینه که ما هیچ سند قطعی از هیچ گونه دخالتی از سمت شخص خسروداد نداریم در این مورد. اگر داشتیم بنده با افتخار به عنوان مدال زرین بر کارنامه‌شون عنوان می‌کردم. شاید هم باشه شاید نباشه، سندیتی نداره غیر از حرفایی که زده، مسائلی که عنوان کردن در واقع معمولیه که یه چیزی گفته شده یه ماجرایی که همه نقل میکنن، سندی در این مورد وجود نداره. اما میگم این ماجرایی که گفتم یا ممکنه به فرمان ایشون بوده باشه یا نبوده باشه. اما در ماجرای 17 شهریور بنده با قاطعیت 100% برای ثبت در تاریخ، این برنامه میمونه، این برنامه میمونه، طی دهه ها میمونه، همیشه میمونه، بعد رفتن منم تو فضای مجازی میمونه، برای ثبت در تاریخ عنوان میکنن هیچ گونه نقشی که اینها عنوان میکنن درباره جاویدنام خسروداد در خصوص 17 شهریور وجود نداشته، که عنوان میکنن سوار بر هلیکوپتر داشته به رگبار میبسته مجاهدین راه آزادی و این صحبت ها، اینا مزخرف،
دروغ دروغ دروغ. مجبورم برای اینکه این برنامه برنامه کاملی باشه بخشی از صحبت‌های فرمانده حفاظت کاخ نیاوران در گارد جاودان شاهنشاه ایران سرهنگ مرتضی عشقی پور رو که اون زمان شخصا در اتاق تامین تهران هم در همون روز ناظر دقیق ماجرای 17 شهریور بودند برای شما از آن پخش کنم که این برنامه تکمیل شه. اگر دیدید میتونید یه مقدار بزنید جلوتر، کوتاه، خیلی کوتاه، در چند دقیقه فقط این ماجرای 17 شهریور رو پخش کنم که بدانید ماجرای 17 شهریور چه چیزی بوده و چه کسانی درگیر این ماجرا بودند. سه حادثه سرنوشت ساز سال آخر رو مرور بکنیم. 17 شهریور چه بود؟ 17 شهریور باز هم یه حالت خاص، من در اتاق تامین تهران بودم. اتاق تامین تهران نقاط تمام فرمانداری ها رو به اتاق تامین تهران میدادم. اتاق تامین تهران این نقش گارد جاویدانه؟ نه خیر، شنونده بود، گیرنده بود. بعد اونها مستقیما با ستاد فرماندار نظامی که تیمسار وحدانی بودن در نیروی زمینی به اونا میگفتن، فرمانده نیروی زمینی هم تیمسار ارتش بود زنده یا تیمسار ارتش بود OSC بودن. من شنیدم، به گوش خودم شنیدم که روح شاد جاویدنام سرهنگ فرحی این اطلاع داد که این مسئول کارخانه برق میدان ژاله بود. اطلاع دادن بهش که اطلاع داد به فرمانداری نظامی که ما الان اینجا تعدادی رو میبینیم حمله میخوام بکنم به طرف اداره برق و چندین نفرم از داخل جمعیت تیراندازی میکنن به طرف نیروهای ما. دستور چیه؟ من چیکار کنم با اینا؟ تیمسار وحدانی گفت تحمل کنید من اطلاع بدم. همونجا با صداش با تیمسار OSC شد. تیمسار OSC گفته بود که من به عرض میسونم، خبر به تو میدم. بعد از چند لحظه دو مرتبه، چند لحظه، چند 3-4 دقیقه دیگه دو مرتبه اطلاع دادند که تیمسار وحدانی که به سرهنگ فرحی که ام فرمودن از ماشین آتش نشانی برای متفرق کردن مردم استفاده کنید. این که بسیار هیجان زده بود، بعد از 5-6 دقیقه صدای تیراندازی که از داخل جمعیت می اومد که گلوله های باقی موندهش بیشترش مال کلاشینکوف بود و اسلحه های دیگه که نتونستن بشناسن اسلحه مال کجاست، از داخل جمعیت می اومد تیراندازی می شد و اینا رو با سربازا رو تحریک می کردن برای درگیری. سرهنگ زندگی ها سرهنگ فرحی که خیلی خیلی ناراحت از این وضعیت گفت تیمسار وحدانی من به شما دارم میگم نفرات منو دارن میکشن، من چاره ای ندارم که به اینا بگم فرمان آتش بدم، شما هر کاری میخوای بکنی بکنی. یه مرتبه صدا زد دو سه تا از افسراشو گفت آتش، صدای تیراندازی، یعنی در واقع سرپیچی نظامی. بله، گفت آتش. صدای تیراندازی که اومد بعد از 10 دقیقه باز تیمسار وحدانی چند تا ماشین بپرسی اینا رو از وسط خیابون جمع کنن. چند نفر بودن؟ چند نفر کشته شدن؟ تعداد کشته ها من دقیق دارم خدمتتون. اگر 10,000 تا هست خواهش میکنم بفرمایید. دقیقاً دارم خدمتتون میگم. زنده یار تیمسار سپهبد صمدیان پور که نزدیکی هم با ما دارن، ایشون اومده بود که بر شرف عرض برسونه. با هم صحبت میکردیم جلوی کاخ جهان نما، گفتن 85 تا دقیقاً کشته بودن، حدود 200 نفر هم زخمی. این از سمت ارتش دو جمعن. باید به عرض دوستان برسونم در تایید این سخنان جناب سرهنگ مرتضی عشقی پور، عمادالدین باقی با دسترسی به آمار بنیاد شهید انقلاب اسلامی در پژوهشی تعداد کشته شدگان 17 شهریور را 88 نفر ذکر می کند که 64 نفر آنها در میدان ژاله کشته شدند. ببینید دوستان عزیز من، وقتی داریم تاریخ رو بررسی می‌کنیم باید در ظرف زمان خودش عین واقعیتی رو که در جامعه در حال رخ دادن بود رو بررسی کنیم، بدونیم، بشناسیم و بعد قضاوت کنیم، نه اینکه مثل ادهی لم بدیم رو صندلیمون که امروز خیلی ها این کار رو یاد گرفتن
بشیم آره ارتش باید این کارو میکرد، آره شاه باید اون کارو میکرد، اصلا انگار نه انگار که فضا رو میشناسن، میدونن، بررسی کردن، دیدن ما در چه وضعیتی قرار داشتیم. انگار دو نفر آدم اومده بودن، دو تا شعار داده بودن و مثلا قضیه به همین سادگی بود. آره چرا ارتش همه رو نکش؟ جالبه، جالبه، تا همین دو دهه پیش بنده خودم یادمه که اصلا همه میگفتن وای ارتش شاهنشاهی کش، وای شاه قتل عام کرد فلان. حالا دوباره مد شد. میدونید این مدها و جفها بدون بررسی حقایق و وضعیت زمان به وجود میاد. من یه مسئله رو باید اینجا بگم، دلیل دارم این صحبت ها رو میکنم. ببین عزیز من، هموطن من، اولا اینکه بحران بزرگی پیش اومد بعد از اعتصاب شرکت نفت و بعد از یک سری اعتصابات دیگه. ما صادرات نفتمون به جهان قطع شد به طور کامل. از یه طرف دیگه اصلا عمق فاجعه در حدی بود که من دو تا مثال بهتون بزنم. یکی روزی که پادشاه در 26 دی در فرودگاه بود، میخواست با دکتر بختیار تماس بگیره، به خاطر اعتصابات مخابرات نتونست پادشاه مملکت با نخست وزیر مملکت در مجلس شورای ملی مملکت تماس بگیره. مجبور شدن از طریق بیسیم گارد جاویدان این کار رو انجام بدن. یا مثلا حتی یه چیز شگفت انگیزتر بهتون بگم، قبلتر از این ماجرا که قرار بود هماهنگی هایی بین پادشاه و جناب جاویدنام سادات در مصر صورت بگیره برای سفر پادشاه به آسمان، اون روز نشد تماس تلفنی باز به خاطر همین اعتصابات برقرار بشه و مثل 2000 سال پیش پیک فرستادن اومدن و همون رو هم به خاطر اعتصاب کارکنان فرودگاه نتونستن بفرستن و هواپیمای عادی نشد بره و یک هواپیمای ارتش رفت و پیغام رو رسون، پیغام رو گرفت، برگردون خدمت پادشاه. ما در چنین وضعیتی بودیم در مملکت. و ببینید امروز ثابت شده، امروز دروغگویان و پروپاگانداچی های آن زمان مطبوعات ایران، خیلی هاش اومدن اعتراف کردن که ما دروغ میگفتیم، خیلی ها اومدن اعتراف کردن که ما میخواستیم آتیش بریزیم تو هیزم، آتیش هیزم رو به اصطلاح بنزین بریزیم رو هیزم و آتیش رو شعله ورتر کنیم و میخواستیم آتش بیافکنیم بر خرمن مملکت. خیلی ها شروع اومدن این مسئله رو عنوان کردن. آش انقدر شور شده که مثلا یکی مثل صادق زیبا کلام میاد کتاب چاپ میکنه شاه کشتار نکرد و اسناد رو در این کتاب ارائه میده. اما بدونید اون زمان جو رو اینها به دروغ طوری ساخته بودند که وقتی بنده داشتم برای همین برنامه مطبوعات سال 56 و 57 رو کیهان و اطلاعات رو بررسی میکردم، واقعا دود از سرم بلند شده بود. همین طور تیت میزدن هزاران کشته دیروز، هزاران کشته پریروز، هزاران کشته هفته پیش. مثلا یه شهرستانی که من نمیدونم اصلا به هزاران نفرم نمیرسی، بعضا هزاران کشته در فلان شهرستان. اصلا اینا یک جوی را انداخته بودن، انگار قصاب‌های ارتش شاهنشاهی و شخص قصاب اعظم شاهنشاه آریامهر روزانه دارن 10000 نفر تو مملکت سر می‌برن. و همین پروپاگانداشون رو هم همان رسانه‌های جریان هسته گلوبالیسم جهانی وابسته به چپ جهانی
در تمام دنیا در بوق و کرنا کرده بودن. ما در چنین وضعیتی وجود داشتیم، اینا رو باید دونست. انقدر اینها همینطور تیترهای دروغ، همینطور پروپاگاندای کثیف میکردن، اصلا یه اطلاعیه از ارتش میده به بختیار که میگه آقا جلو این وضع بگیرید، این چه وضع، اینا چی دارن میگن اصلا. اینو بدونید دوستان، تا آخرین روزی که شاهنشاه آریامهر نفس میکشید، این مظلوم تاریخ ایران واقعا دوست داشت که بتونه ثابت کنه که بنده قتل عام نکردم، بنده کشتار نکردم. فکر نمیکرد یک روزی برسه که فرزندان همون کسانی که بهش میگفتن قاتل خون ریزه فلان، بشینن لم بدن رو صندلی هاشون بگن چرا نکشتی. فکر اینو دیگه فکر نمیکنم شاهنشاه در اون روزهای آخر زندگی میکرد. واقعا در این شرایط ما واقعیت‌هایی رو باید درباره جاویدنام خسروداد بدونیم. اونم این هست که مسائل مختلفی مطرح شده درباره خواست اجازه سرکوب که جاویدنام خسروداد سرکوب کنه. ما این رو می‌دونیم که خسروداد از ناسیونالیست‌ترین و قاطع‌ترین ژنرال‌های ارتش شاهنشاهی بود و دشمن خونیه سرخ ها، کمونیست ها و ارتجاع سرخ، و از طرف دیگه اتفاقا دشمن ارتجاع سیاه هم بود. حتی آرون به ایشون، جالبه بهتون بگم که لقب ژنرال بیژار ایران رو داده بود به خاطر این دشمنیش با ارتجاع سیاه علاوه بر ارتجاع سرخ. فرد قاطع بود در ارتش. و ژنرال بیژار یک فرد فرانسوی است و کتابی نوشته تحت عنوان خدا حافظ فرانسه من، و در اون کتاب نفرت خودش رو از اسلامگرایی آشکار کرده و گفته که فرانسه رو اسلامگرایی داره نابود میکنه، دیگه هویت فرانسوی، فرهنگ فرانسوی، حتی سرود ملی فرانسه، اینها کم کم از بین خواهد رفت و فرانسه زیر این فرهنگ رو به گسترش اسلامگرایی کم کم هویت فرانسوی خودش از دست میده و اینها. این رو حتی آرون قیاس کرده با ژنرال خسروداد. بسیار افسر قاطعی بود، در این شکی نیست. و یک چیزی رو ما میدونیم، ببینید این فکت تاریخه که ژنرال خسروداد در سند رو خدمتون عرض کنم، در گفته های سرهنگ علیرضا معمار صادقی که دورانی رئیس دفتر فردوست بود، ذکر شده که در اون روزهای بحرانی آخر تیمسار خسروداد نزد فردوست میره، یعنی مربوط به روزهای آخر پیش از 22 بهمن هست، و در حضور من زار زار گریه میکرد و میگفت به من اختیار تام بدهید تا انقلاب را ساکت کنم، ولی فردوست اجازه نداد. این یه فکت، این یه سند تاریخ درباره جاویدنام خسروداد. و ما در ماجرای دادگاه جناب خسروداد هم مسئله ای رو میدونیم که عنوان شده که ایشون در دادگاه اعتراف کرد که دو بار قصد کودتا داشته. یک بار اوایلی که بختیار میاد پس از خروج پادشاه، و یک بار هم در 21 بهمن در اواخر مانده به روز 22 بهمن قصد کودتا داشته خسروداد، که گفته شده اعتراف خودش بوده در دادگاه. اما خب این چیزی که سند قطعی است برای من، چون مطبوعات اون زمان حتی اگر چیز رو از دادگاه نقل کنن برای من قاطعیت نداره. اینا هر چیزی رو میگفتن، هر مصاحبه‌ای رو مینوشتن، هر کاری رو انجام میدادن بدون کوچکترین فکت چکی. بعضن بعضی حرفاشون در مورد مسائل مختلف کاملا متناقضه. مثلا درباره همون ماجرای حمله به خانه شریعت مداری، یه جا گفتن ما مصاحبه کردیم، سوال پرسیدیم از جاویدنام خسروداد در حاشیه دادگاه، و مثلا خسروداد جواب داده که من هیچ نقشی در ماجرای شریعت مداری نداشتم. یه جا دیگه تو یه مطبوعات دیگه چاپ شده ما سوال پرسیدیم که مثلا این شده، و
خسروداد گفته که آره من نقشم اینطوری بوده اونطوری، یعنی قشنگ معلومه که دروغه خیلی مسائلی که مطرح شده. بنابراین من صحبتهایی رو که در خصوص دادگاه از طرف خسروداد مطرح شده رو قطعی نمیدونم، به عنوان فکت تاریخ نمیدونم، چون خیلی دروغ‌ها نوشته شده در مطبوعات. اما صحبت سرهنگ علیرضا معمار صادقی یک سنده که ایشون از فردوست خواسته که و زار زار گریه کرده و گفته که به من اختیار تام بدید تا انقلاب رو ساکت کنم، ولی فردوست اجازه نداد. به هر حال اینا رو گفتم دوستان، ما میرسیم به قضیه روز 22 بهمن و اعلامیه بی‌طرفی ارتش شاهنشاهی ایران. من در این خصوص یه بخش کاملی توضیح دقیق از صحبت‌های آقای پرویز ثابتی، از صحبت‌های انواع افراد مطلع، از اسناد تاریخ مربوط به اون زمان، از اسناد وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، از ماجراهای اسناد زنجیره ریچارد کاتم و اینها در برنامه افشای حقایق ارتش شاهنشاهی و افشای راز اعلامیه بی‌طرفی ارتش پرداختم. در اون برنامه من اینو باز کردم، کامل توضیح دادم. اگر ندیدید اون برنامه رو ببینید تا بفهمید چه اتفاقی در 22 بهمن پیش اومد. اما برای اینکه این برنامه کامل شه، دو سه دقیقه از گفتگوم رو با بانو شیرین نشاط، دختر جاویدنام، تیمسار سرلشکر علی نشاط، آخرین فرمانده گارد جاویدان شاهنشاهی ایران، که هرچند پدرشون در اون جلسه حضور نداشت، ولی خب با همه خانواده های دیگه که پدران بزرگانشون در اون جلسه حضور داشتن و بخش زیادی از اینا در ارتباط بوده و همه افرادی که اون زمان دستی بر آتش داشتن مطلعن چه پیش اومده، من بخشی از این گفتگو برات پخش میکنم در خصوص روز اعلامیه بی‌طرفی ارتش که جاویدنام خسروداد جزو آخرین نفراتی بود که به دلایلی که میشنوید امضا میکنه اون اعلامیه رو. بشنویم با هم. همین خسرودادی که قبلترش میره و گریه میکنه و اجازه سرکوب و اینا میخواد. بشنویم با هم این بخش از مصاحبه رو، خیلی کوتاه. تحقیقاتی رو که کردم در یه برنامه عنوان کردم خدمت شما عرض میکنم در رابطه با بحث اعلامیه بی‌طرفی ارتش شاهنشاهی ایران. حالا در سوال بعدی اختصاصی درباره گارد جاویدان شاهنشاهی مسئله رو مطرح میکنه، اما در همین سوال ببینید، بنده تا جایی که از صحبت‌های جناب پرویز ثابتی، از منابع و کتب و از بین کسانی که نقش داشتند در اون روزها در ارتش شاهنشاهی، حالا چه در اون جلسه بودن چه نبودن، بالاخره دستی در آتش داشتن، یک مسئله رو خدمت شما عنوان میکنم. قبل از اینکه اعلیحضرت تشریف ببرند از ایران، که این اصلا یه بحث جداگانه ایه، من در این مورد قبلا یه برنامه ساختم، اگه دوستان مایلن برن ببینن، ما اصلا وارد بحث این که دلیل خروج اعلیحضرت از ایران نمیشه. اما پیش از اینکه ایشون تشریف ببرند، در جلسه در حضور سران ارتش و دکتر بختیار یه جلسه صورت میگیره. بعد از این بعد در انتهای قضیه دکتر بختیار میرن، سران ارتش میمونن در خدمت اعلیحضرت. بالاخره آن رابطه قوی و پایدار بین دکتر بختیار و ارتشیان نبود، شکایت های صورت میگیره یا عدم بحث های صورت میگیره که آقا ما خیلی هم به بختیار اطمینان نداریم. خدمت اعلیحضرت، اعلیحضرت در اون زمان که اگر هر انسانی شاید خودشو جای ایشون بذاره، دوست 50 ساله خودش رو که از کودکی باش بزرگ شده آقای فردوس رو خدمت بقیه عنوان میکنه که اگر بختیارم نباشه ایشون هست. یعنی یه جوری انگار دیگه آخرین حجت فردوسته. صبح روز 22 بهمن قبل از اون جلسه، فردوس و قره‌باغی یک دیداری با هم میکنند که این مخفی بوده از کسانی که دعوت میشن در اون جلسه. بعد که جلسه شکل میگیره، بحث اعلامیه بی‌طرفی رو قره‌باغی مطرح میکنه و از دو جنبه، هم از این جنبه که در سلسله مراتب ارتش بحث مقام درجه مهمه، هم از این جهت، این حرف قره‌باغی که اون موقع رئیس ستاد ارتش بود هست، هم بعد از این که شکایت صورت میگیره، حتی درگیری های صورت میگیره بین سران ارتش، یه دفعه فردوست که حالا من توی برنامه قبلا گفتم چه زنجیره کثیفی تشکیل داده بود با ریچارد کاتم و اون گروه آمریکایی‌ها و اینا،
یه دفعه فردوست وارد عمل میشه و اون هم بقیه رو چیز میکنه که آقا باید این اعلامیه امضا شه. و هم از جهت سلسله مراتب ارتش شاهنشاهی، هم از جهت پایبندی به حرف شخص اعلیحضرت، وقتی فردوس که خود اعلیحضرت ایشون رو معرفی کرد و من به هیچ وجه خورده نمیگیرم به ایشون، دوست 50 ساله کسی فکر نمیکرد که همچی خیانتی بشه و خودشون هم گفتن حتی در اودیسه هومر هم من هم چیزی ندیدم. بله. و این اتفاق صورت میگیره و ماجرای بی‌طرفی ارتش از این دو جنبه بوده. این اگر چیز تکمیلی هست به نظرتون یا مسئله رو بخواید اضافه کنید. صحیح میفرمایید، ضمن اینکه اعلیحضرت همیشه فرموده بودن کوچکترین قطره خونی از دماغ ایرانی ها نمیخوام بیاد و ارتش باید گوش کنه و سلسله مراتب بود و کاری نمیشد کرد و تمام اینا پشت، یعنی پنهانکاری بود، کسی خبر نداشت. و بعد از خیانت این دو به اصطلاح رؤسای ملعون، اجازه بدید کلمه ملعون رو به کار ببریم واقعا. نه، برای اینکه فرداش بعد از اینکه افسران ما رو به قتل عام و اینا کشوندن، خودشون یه آقای قره‌باغی رفت به دیدار بازرگان، آقای فردوس هم فرداش رفت چای خورد در دفتر بازرگان و جفتشون هم خیلی راحت که از ایران خارج شد و یه نفر دیگه هم در وسط میرداماد قدم میزد، آقای فردوس. بله، متاسفانه اینطور کاملا درست بود. جاویدنام خسروداد بعد از اون جلسه 22 بهمن و اینا میره به محل کارش و در باغ شاه حمله میکنن ساعت 2-3 بعد از ظهر و ایشون سوار هلیکوپتر میشه و از محل خارج میشه. فردای این قضیه بعد از اینکه میبینه در روزنامه ها نوشتن و اینا که ایشون نمیدونم گریخت و این صحبت ها اینا، میره خودش رو با هماهنگی با سرهنگ توکلی معرفی میکنه به ستاد جدید آرتش که قرنه درش مسئولیت گرفته بود و در همونجا دوباره خود قرنه ایشون رو هم مثل جاویدنام نشاط تحویل انقلابیون میده و ایشون بازداشت میشه، جاویدنام خسروداد. اما یه مسئله رو خدمتتون عرض کنم، این مسئله که میگم مهمه. ببینید، مطبوعات اون زمان همینطوری که عرض کردم خدمتتون، دروغ همینطور مینوشه، یعنی اصلا هیچ چیزی شروع نمیشه به عنوان یه سند تاریخ در نظر گرفت. هر کسی دلش میخواست مینوشت، هیچ نظارتی هم نه، اصلا به مفهوم نظارت حکومتی هیچ قانونی نبود که آقا اصلا تو چی داریم، هر کی مثلا من هر چی دلم میخواست مینوشتم، هیچ کی نمیگفت آقا خبر درسته غلطه. یه مثال خدمتتون عرض کنم، غیر از اون مثالی که زدم، مثلا گفتن که مثلا یه جا نوشته که مصاحبه کردن با خسروداد و ایشون گفته که من نقش نداشتم در ماجرای حمله به خونه آیت الله شریعت مداری، مثلا در حاشیه دادگاه مصاحبه شد. یه جا دیگه میگن مصاحبه کردم با خسروداد و ایشون گفته که فلانی هم نقش داشته، منم نقش داشتم. میگم مثلا اینقدر متضاده، معلومه دروغه. یا مثلا یه اعلامیه بزرگ تیتر 1 در صفحه اول در زمانی که هنوز پادشاه حتی ایران بود از ایشون چاپ شد که میبینید تیتر رو، و مثلا در تهش نوشته که آرتش از قول ایشون در مصاحبه با فیگارو، به عنوان مصاحبه خسروداد با فیگارو، که مثلا ایشون گفته آرتش به خاطر منافع کشور شاه را میخواد و اگر شاپور بختیار نتواند مانع از عزیمت اعلیحضرت بشود با دست خود گورش را خواهد کند. ببینید، این الان یه چیزیه که من میتونم به عنوان یه پیشگوی درست از جاویدنام خسروداد بگم، ولی من چون میخوام حقایق تاریخ رو بگم، باید بگم که این رو به دروغ چاپ کرده بودن. یه چند روز بعدش تکذیبیه این، حالا این بار این چقدر اینا کثیف بودن اون موقع تو مطبوعات، تکذیبیه این صحبت در یه کادر بسیار کوچیک، چون قانون مطبوعات اینه که اگر تیتری رو زدین به همون تیتر در همون اندازه در همون صفحه باید چاپ شه تکذیبیش، تکذیبیه این مصاحبه چاپ شد که اصلا همچین مصاحبه انجام نداده بود جاویدنام خسروداد. ببینید دوستان، به دلایلی که عرض کردم، دروغ فراوان بوده در مطبوعات ایران، هیچ نظارتی نبوده، هیچ چیز مشخص نبوده که کدوم حرف درسته کدوم حرف غلطه. بنابراین
هیچ صحبتی رو بنده از ایشون نمیتونم به عنوان یک سند در نظر بگیرم، چه مثلا انتقادی کرده باشه پادشاه، چه جالبه دقیقا در تناقض با همین در مطبوعات دیگر جای دیگر مثلا گفته باشن ما مصاحبه کردیم و ایشون گفته که سینه من به سینه من شلیک نکنید، این سینه سینه پادشاه ایران است. میدونید خیلی تناقضات است و مشخصه کجاها دروغه، چون نمیشه که اینقدر 180 درجه تناقضات وجود داشته باشه. اما با همه این مسائل درباره مطبوعات، ولی یه چیزهایی رو هم میشه بهش اتکا کرد به دلیلی که عرض میکنم ببینید ما میدونیم که به خاطر وحشت نسبت به چهار جنرال، همون ابتدا این چهار نفر رو در پشت بام مدرسه رفاه اعدام کردن، تیمسار نصیری، تیمسار ناجی، تیمسار رحیمی و تیمسار خسروداد. این رو که خب میدونیم. مسئله که هست اینه که ببینید عزیزان هموطنان، علیرضا نوریزاده، همین علیرضا نوریزاده فعلی، علیرضا نوریزاده اون موقع سردبیر بخش سیاسی روزنامه اطلاعات بوده و همه این اخبار و اینا رو پوشش میداده. حالا الان اومده گفته که آقا من اون موقع جنون گرفته بودم مثل خیلی از مردم ایران و من نمیدونم این جنون از کجا اومده بود و من رو ببخشید و این صحبت ها. حالا مثلا کاری ندارم، هر دیدی دارید به علیرضا، میخواید ببخشیدش، میخواید مقصر بدونید، میخواید تشویق کنید، میخواید فحش بدید، من به این سمت قضیه کار ندارم. چیزی که برای من اهمیت داره اینه که علیرضا نوریزاده در عصر همون روز اعدام جاوید نامخسروداد ویژه نامه‌ای رو به قلم خود شخص خودش چاپ میکنه در روزنامه اطلاعات و اون زمان با دید نفرت مساله رو مینویسه. امروز بعد از چند دهه یک سری از این صحبت‌ها رو تکرار میکنه با دید مثبت و این نشون دهنده اینه که یه سری مسائلی که مشترکه واقعیت داشته، چه اون زمانی که با نفرت نگاه میکرده به اینها، چه الان که با دید مثبت نگاه میکنه. بدونید تنها خبرنگار حاضر در پشت بام مدرسه رفاه علیرضا نوریزاده بود در لحظه اعدام جاوید نامخسروداد و رحیمی و بزرگان و بزرگی مثل رحیمی و اینا، و اون زمان شخص علیرضا نوریزاده بود. بعدن هم فرداش هم علاوه بر اون ویژه برنامه، بر اون ویژه نشر ویژه‌ای که مخصوص اون روز چاپ کرده بود در روز تعطیل، علاوه بر این مقاله‌ای می‌نویسه، یعنی نوشته شده در روزنامه اطلاعات که اگه به قلم خودش نباشه وقتی سردبیر سیاسیش بوده قطعاً با ادیت خودش هست، با بررسی خودش هست قطعه به یقین، و اونم به قلم خودش باید باشه. اون ویژنامه رو که اصلا مشخص اصلا همه میدونن به قلم خودشه، اینم حالا خودش هم ننوشته باشه خودش تایید کرده که چاپ شده دیگه، تنها کسی بوده که در اون زمان در اون پشت بوم بوده. برای شما این مسئله رو بخونم از اون ویژنامه. نیمه شب دیشب چهار جنرال عالی رتبه ارتش شاه که در قتل و کشتار مردم بیگناه مشارکت مستقیم داشتن، مال اون زمانه که علیرضا نوریزاده دیگه میدونید دیگه، بر اساس حکم صادره دادگاه انقلابی تیرباران شدن. جلسه دادگاه از صبح دیروز در محل دبیرستان علوی تشکیل شد و تا بعد از ظهر ادامه یافت. این دادگاه برای بررسی کارنامه 29 تن از مقامات برجسته رژیم سابق که اکنون در زندان کمیته امام به سر میبرند تشکیل شد. من بخشایشو دارم میخونم براتون و کاملش طولانیه. پس از پایان جلسه اعضای دادگاه به حضور امام خمینی رفتند و حکم اعدام 4 نفر از متهمین ردیف اول به حکم آیه شریفه مفسر فی الارض اعلام گردید. سرلشکر خسروداد به خاطر کشتار در قم و حمله به بیت آیت الله شریعت مداری و کشتارهای دیگر و قصد کودتا در تهران به اعدام محکوم شد. او در جلسه دادگاه رسماً به نقشه کودتا اعتراف کرد. بلافاصله پس از اعدام انقلابی عناصر رژیم سابق، جوانان مسلح مستقر در اطراف کمیته انقلاب
و خیابان ایران شروع به تیراندازی هوایی کردند و رسیدن روز جزا، روز قتل الهی را جشن گرفتند. این بخشی از ویژه‌نامه‌شه. و در ادامهش گفته دیشب خوشحالی و سرور در سیمای جوانان مسلح به چشم می‌خورد. یکی از این پاسداران گفت پس از چهار شب بیخوابی اعدام مفسدین خستگی و بیخوابی را از قلبم بیرون آورد و اینا. حالا اون متن رو که فرداش در روزنامه اطلاعات که ایشون سردبیر سیاسیش بوده چاپ کردم براتون بخونم. درباره بخش مربوط به جاویدناب خسروداد شو میخونم چون مطلب طولانیه. اعترافات او شنیدنی است. بر اساس نقشه‌های شیطانی او دو بار قرار بود کودتا بشود. یک بار وقتی بختیار بر سر کار آمد و شاه را راهی کرد و یک بار هم اواخر. ایشان تصمیم داشت با نیروهای ویژه از پایتخت را تسخیر کند، بختیار را کنار بزند و خودش فرمان روا شود. حکم اعلام می شود و غیره. حالا طولانیه. یک روحانی با آرامش همیشگیش، نه منظورش خلخالی بوده، آرامش همیشگی یا کی، کنار آنها می آید. باید وصیت کنند، باید حرف آخر را بزنند، باید توبه کنند. اینجاش خیلی جالبه، دقت کنید نکته‌ای که گفتم مشترک، موقعی که نفر از کسی تنفر داشته با الان که در زیر مثبت صحبت میکنه. رحیمی و خسروداد آرامند و حتی حاضر نمی شوند یک بار نام خدا را بر زبان بیاورند و ناجی گریه می کند و اینها. اون بحث آرامش و اون قدرت روحی رو می خواستم خدمتتون عرض کنم. حالا همین آقای نوریزاده چند دهه بعد در وبسایت ایران وایر توضیحی میده در مورد خصوصیت جاویدناب خسروداد در اون روز که بنده براتون بخونم. ببینید اشتراک رو، چه الانی که دیدش مثبته، چه اون زمانی که با نفرت اون حرفا رو میزده. مرحوم ناجی خودش رو باخته بود، اشکم ریخت. نصیری به خاطر اینکه در بازداشتگاه خواسته بود او را دار بزنند و تناب پاره شده بود، گردنش زخمی بود و صدایش گرفته و سختی شنیده میشد. تیمسار رحیمی بسیار استوار و قدرتمند ایستاد و خسروداد از همه دلاورتر بود و تحریش هم در آورده بود. اجازه نداد که چشمش را ببندند. من کارم تموم شد، از مدرسه علوی بودم، اونجا اخبار رو دیدم و مسائل و برنامه فردای روزنامه رو جور کردم، اومدم روزنامه یه سرزده اومدم. ساعت 6:30 حجت الاسلام سید هادی خسروشاهی آن وقت و آیت الله خسروشاهی امروز به من زنگ زد، گفت علیرضا امشب آتش بازی، و فهمیدم یه خبری هست. بلافاصله زنگ زدم به عکاس روزنامه اطلاعات و گفتم برو مدرسه میخوا. گفت چه خبری؟ گفتم برو. وقتی آمدم منظره وحشتناک بود. آقای خلخالی عبا انداخته بود پایین، در واقع عمامش هم برداشته بود و تون دو تون این ورون ور میرفت. آقای خلخالی رفت و دکتر یزدی هم با استراب دنبال ایشون و همجور دکتر یزدی صحبت میکرد و زیر لب حرفای میزد، برای ما نامفهوم بود. من از آقای ربانی شیرازی پرسیدم چه خبره؟ گفت امشب یه عده تیربارون میشن. 4 تا انتخاب کرده بود که عبارت بودن مرحوم سپهبد رحیمی، سپهبد نصیری و سرلشکر ناجی و فرمانده هوا نیروز، تیمسار خسروداد که خسروداد با لباس مخصوصش بود، مثل یک فرمانده کماندو، شلوارش توی پوتین بود، شلواری که برای سواری هست. جاوید شاه گفت چشمش رو نگذاشت ببنده و اینا رو اووردن یه بام مدرسه. عکاس منم با من اومد، رنگ به صورت نداشت. ما برای اولین بار آدم کشتن رو دیدیم که اینا زادن و شروع کرد آقای خلخالی آیه خوندن راجب قصاص و آقای زوارهی که حالا اونم مرده مثل خلخالی، که همکلاسی دانشکده ما بود و اونجا اسلامی شده بود و به عنوان وکیل اسلامی تو دادگاه شرکت داشت. اینشون هم بود، آقای لبانی شیرازی بود، عده دیگه بودن، آقای رفیق دوست بود، آقای محسن رضایی بود و شماری دیگه از اینا. و اینا اومدن، چند نفرم شال فلسطینی به سر داشتن، شفیه فلسطینی که ایرانی بودن، هیچ کدوم فلسطینی. و اینا تیراندازی کرد.
حتی همه به خاطر دارید، آخرین روز حکومت نظامی را از ساعت 12 ظهر تا 4 بعد از ظهر کرده بود و ایشان کسی بودند که هر روز با اعلامیه‌های فرماندار نظامی مردم رو به کشتن هر روز تهدید میکردن و حتی در اعلامیه‌های اخیرشون متذکر شدن به شدیدترین وجهی آنها سرکوب و نابود خواهند شد. با آقای سرلشکر خسروداد فرمانده هوانیروز و باعث تیرباران عده زیادی شدن در دادگاه خلق محاکمه و محکوم به اعدام شدن که حکم بلافاصله در مورد ایشان اجرا می شود. آتش. شیوه کار دادگاه انقلاب راضی هستی؟ خیلی هم راضیم. اونهایی که گناه نکرده باشن آره، اما اونهایی که ظلم در حق ما 50 کردن عفوشون نمی کنیم، نخواهد کردن. عفو نباید وجود داشته باشه. اگر عفو عمومی بدن تو دامنه فعالیت ضد انقلاب زیاد میشه. دانشجوی دانشکده دندون پزشکی دانشگاه تهران، راجع به دادگاه‌های انقلابی فکر می‌کنم که باید انقلابی‌تر عمل کنم و سریع‌تر مجرمین رو به سزای اعمالش که در اون کشور اوباش اسلامی با کمک کمونیست‌ها قبل از هر چیزی گارد شهربانی ایران رو قتل عام کردند، افسران شهربانی رو قتل عام کردند، افسران ارتش شاهنشاهی رو کشتند و بقیه که زنده به دست اون‌ها افتادند مثل نادر جهانبانی، مثل مهدی رحیمی، مثل خسروداد، مثل بیگلری، مثل بدرهی که باید به افتخارشون دست بزنید و یادشون رو گرام بدارید، اونها رو قتل عام کردن. به یاد تمام افسران ارتش شاهنشاهی، به خاطر افسرانی که در تمام دنیا در بدر هستن ولی شرف افسریشون رو فراموش نکردن، ایستادن، جان دادن و گفتن به خاطر محمد رضا شاه پهلوی میستیم و میمیریم. به خاطر اون افسران و به نام سپهبد مهدی رحیمی مرد مردان میخوانم. بسیار از اتشیان آمدن اون کردن که آمدن به فرق آمدن تا اینکه به دست این جنبت ها کشته بشن. مردم ها بسیاری به این در اونجا کشته شدن، ایستادن، باید ایستادن، باید ایستادن که به ما، به من و به شما یاد دادن که مردی و مردانگی، ایستادن و ایستاد و مردن یعنی چی هستن. ببینید ما این حرفا رو میزنیم، شما حرفا رو میشنم گیریم و خوش میکنیم، ما این حرفا رو زیاد خوندیم تو کتاب ها، مجله ها، تو قصه ها. ایستادن گفتن به رژیمی که ما الان رژیم هستیم وفادار. اگر می کنید که امام حسین بقابل این عقیده اینجوری مورده خورده من یک کسی آقای مزامنه نیستی که به همه برمان کنه و انگوش
پشت همه جای کار میکنی، به من گفت تو این خمینی هستی، داری که امام حسین برای مردم ایران درست میکنی. گفتم نه، من نه قهرمان ساز هستم، نه قهرمان پرور، نه امام حسین ساز، ولی شرف رو تو هم باید داری از مهدی رحیمی یاد بگیری. ببینید دوستان، یکی از بهترین فرزندان تاریخ ایران زمین، یکی از سرف‌های تناور ناسیونالیسم اصیل ایرانی، خون پاکش بر زمین ریخته شد، اما از قطرات اون خون شعله‌هایی برخواسته که چراغ راه آینده رو به تک تک ماها نشون میده. واقعیت این است که تمام این شورشیان در این جنایت سهیمند. ارتجاع سرخ کاملا سهیمن، تک تک این کمونیست های وقت، حزب توده، فدایان، تک تک این تروریست ها پشت در دادگاه خلخالی عربده می کشتن خلخالی خلخالی ادام نکنی خائنی. روزنامه هاشون هست حزب توده چطور تشویق می کرد ادام های بهترین فرزندان این مملکت، بزرگان ارتش شاهنشاهی رو. این که مشخصه نقش تک تک این مرتجعین سیاه، تمام سران حکومت جمهوری اسلامی از شخص خمینی و خلخالی بگیرید تا تمام این کسانی که در طی تمام این سالها بودن، اینا همه مشخصه. اینا اصلا بحثی نداریم و من میدونم که خیلی از شماها آرزو دارید که روز جزا رو در مورد اینها ببینید، اما دلم میخواد ما چون خیلی صحبت ها همیشه کردم درباره این خمینی و دار و دستش و جمهوری اسلامی و اینها و از اون برم درباره حزب توده و فدایان و این صحبت ها، اینا یه چیزی رو بگم و براتون یه مسئله رو بگم که به خود من آرامش روحی میده واقعا، و دلم میخواد این آرامش روحیم رو با شما سهم کند که ببینید دست روزگار چه بازی انجام داد و چقدر برای من این شیرینه. همون عصر این جنایت سازمان مجاهدین خلق اعلامیه صادر کرد به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران، مجاهد اعظم حضرت آیت الله خمینی، مجاهدین خلق ایران و عموم فرزندان انقلابی شما در میهن با قلبی سرشار از احترام فرمان قاطع شما را مبنی بر محاکمه و مجازات فوری 4 تن از عناصر جنایتکار و خیانت پیشه رژیم پیشین دریافت داشتند. این اقدام متوحرانه و انقلابی و غیره و غیره و غیره را به شما و تمام مردم قهرمان کشورمان تبریک و تهنیت میگوییم. حضرت آیت الله، شما با این فرمان انقلابی پرتو دیگری از چهره راستین مکتب توحید و ایدئولوژی ما اسلام را به جهانیان عرضه کردید. لذا باز هم مشتاقانه امیدواریم که بدون کمترین توجه به پادرمیانی های شرکامیز سازشکارانه و به گونه هرچه سریع‌تر داد این خلق مظلوم را تا آخرین نفر از بقیه عناصر ضد انقلابی نیز باز ستانید. ببینید، البته باز هم ستاندن دیگه، یه ماه بعد از این قضیه، کمتر از یه ماه، جاویدنام جهانبانی آسمانی شد، بعدها جاویدنام نشاط و و و و و و بهترین فرزندان مملکت رو به خون غلطاندن. اما گفتم آرامش، گفتم احساس رضایت روحی بهم دست میده. گذشت این چرخ گردون، گذشت این سازمان کریه تروریست مزدور اجنبی، یک زمانی مزدوری قذافی و یاسر عرفات اینها رو
میکرد. یک زمانی رفت شروع کرد مزدوری صدام رو کردن، حتی امروز هم که میبینیم مزدوره چه دار و دسته ایه در دنیا. این سازمان خب دیگه جنایاتش آشکار شد، خیانت عظیم و بزرگش در موقعی که به هر دلیلی که الان ما بارا گفتیم خمینی مقصر بود، اصلا تحریک زیاد کرد، صدام هم از قبل هم چشم داشت ولی تحریک خمینی هم باعث شد و مسائل دیگه، جنگ پیش اومد، عراق به ایران حمله کرد، رفتن مزدوران صدام شدن، دست در دست صدام به مملکت حمله کردن، فرزندان ایران رو که رفته بودن برای دفاع اینها رو قتل عام کردن، اسیر گرفتن و اینها. همین اوباش، همین حضراتی که اینطور اعلامیه چاپ میکردند و خوشرخصی میکردند و اینها، چرخ گردون کار رو به جای رسون که در عملیات مرساد توسط هوانیروزی که شخص جاوید نام خسروداد در این مملکت به وجود آورده بود تار و مار شدند. هوانیروز بالاخره هوانیروز خسروداد بوده و هست و کسانی هم که در اون مقطع در عملیات مرساد شرکت داشتن همشون تعلیم دیده خود شخص خسروداد و هوانیروز خسروداد بودن. همون هوانیروز اینها رو تار و مار کرد، چنان اینها رو به آتش کشون در عملیات مرساد که بوی تفناور پیکرهاشون در فضا پیچیده بود. یه تیکه از فیلم رو ببینیم، دوست دارم برای کسانی که با این چرخ گردون مثل خودم به آرامش میرسن تا حدی، چون آرامش کامل روزی خواهد رسید که همه مسببین، همه جنایتکاران، اون اصلی ترها هم به دادگاه عدل سپرده بشن و تقاصشون رو پس بدند. ببینیم با هم.
یاد جاوید نام خسروداد همواره در قلب تمام میهن پرستان ایران جاودان خواهد ماند. این مرد بزرگ، این سرباز بزرگ میهن. امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید. پاینده ایران برقرار با درفش سرنگ شیر و خورشید نشان جاوید شاه. بدرود تا بعد. خیلی سعی کردن، به خصوص در ایران، به خصوص در پروپاگاندای جمهوری اسلامی، خیلی سعی کردن مثلا تحت عنوان این که دارن طرف آرتشیان ایرانو میگیرن، تو واقعا بیگناه ترین افراد تاریخ معاصر ایران بودن کسانی که تیربار به هوایی که دارن دلسوزی میکنن و این مسائل، خواستن یک اختلاف بیاندازن، یه مسائل رو مطرح کنن درباره دلخوری هایی که این قهرمانان ملی، فرزندانشون، افراد دیگه داشتن نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر و اختلافی بیاندازن که اینها دلخورن دست شاهنشاه و این که مسائل دیگه. و ببینید، خب به هر حال مثلا تو خانواده خود منم آسیب کم ندید این خانواده دیگه، ولی هر باری که بنده صحبت خصوصی پای تلفن صحبت میکنم مثلا با سرنگ شخیپور، کلمه ای غیر از اعلیحضرت آریامهر نمیشنوم. بچه های افسرا، بانو گلنار جهانبانی اون روز تو جلسه اومدن صحبت کردن، کلمه ای کمتر از احترام و عشق من نمیبینم. دلم میخواست نظر شما رو بپرسم، آیا واقعا این دلخوری بین فرزندان جاودان شدگان آرتش با نسبت به شخص بزرگ آرتشداران وجود داره؟ آیا همچین مسائلی؟ ابدا. برای خدایگان شاهنشاه آریامهر هرگز، ابدا. برای خدایگان شاهنشاه آریامهر هرگز. شگفت اتفاقی در همان لحظاتی که قلب من از حرکت می‌ایستد، قلوب افسران دلاور ارتش من نیز که در تکاپوی نجات وطن بودند، پیاپی آماج گلوله‌های دشمنان ایران قرار می‌گیرند. من این تقارن را به پیوند معنوی ناگسستنی که بین خودم و این ارتش که ناجوان مردانه در بستر یک دسیسه ضد ملی و میهنی قرار گرفت وجود دارد تعبیر می‌کنم. و برای اینکه چنین پیوندی جاودان بماند، توصیه می‌کنم که بعد از نجات کشورم، کالبدم در گورستان این شهیدان جان باخته وطن مدفون گردد. ابداً. برای خدایگان شاهنشاه آریامهر هرگز. ما سرباز بودن اینا، ما فرزندان اینها. جناب فرپوری، باید قبول کنیم ما فرزندان اینها هستیم و اینها به چی قسم خوردن و شغلشون چی بوده و باید در راستای راه اونها ما پیش بریم. کما اینکه 43 ساله چه در ایران و چه در خارج از ایران با اتفاقاتی که برای من افتاد، من یک قدم عقب نذاشتم. درود به شرفتون. امیدوارم همه کسانی که با ظاهر دلسوزی برای خانواده های آرتش شاهنشاهی میان و مسائل مطرح میکنن، این صدای دختر نازنین آخرین فرمانده گارد جاویدان شاهنشاه ایران رو که پدرشون به دست این جلادها تیرباران شد رو بشنون نسبت به شخص شاهنشاه آریامهر. کودکانی که فردا دنیا میآیند، داستان همرزمانم را می دانند، روی خورشید نامشان را می خوانند. همرزمانم، همرزمانم،